به نام خدا. سلام دوستان، عصرتون بخیر. جوی زاده هستم از مؤسسه علمی تحقیقاتی و پژوهشی چشم‌انداز شیراز، با یکی از ویدیوهای دیگه در رابطه با آموزش مکاتبات بین‌المللی درسی پژوهشگری در خدمت شما هستم. خب ایمیل های زیادی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی به دست ما رسید و چند تا از این ایمیل ها در مورد این بود که ما یک نامه توضیح بدیم که حاوی پیام این نامه این باشه که یک کتاب میخوام در یک انتشارات بین‌المللی به چاپ برسونم. یعنی من یک کتابی دارم، قرار دوست دارم در یک انتشارات بین‌المللی به چاپ برسونم. خب در این ویدیو در مورد این توضیح میدیم. خب پل ارتباطی ما رو این صفحه میبینید که از شماره ثابت و همراه و سایت و پست الکترونیکه. من دیگه بیشتر صحبت نمی‌کنم، میریم در رابطه با نامه مربوطه می‌نویسیم. خب اولین کاری که می‌کنید، شما باید وارد اون انتشاراتی که قرار کتابتون چاپ بشه بشید. مثلا اگه قراره در اشپرینگر چاپ کنید، باید وارد سایت اشپرینگر بشید. کمیته‌های مختلفی داره، حالا قسمت آکادمیک دوباره برید قسمت آکادمیک، سردبیر اون رشته حالا مورد نظر شما که هست رو انتخاب کنید، ایمیلش رو بردارید، یا کلا نه یه ایمیل بزنید به کل انتشارات. حالا من اینجا رئیس قسمت آکادمیک رو خطاب قرار دادم و دارن نامه رو به اون می‌نویسن. خب مثلا اسم آقا دیوید اسمیت رو می‌نویسم. استاد عزیز، جناب دکتر دیوید اسمیت، جناب دکتر دیوید اسمیت. خب اول جمله که می‌نویسید باید یه به دلایلی نامه‌تون آغاز کنید و اینجوری آغاز می‌کنید که این نامه رو می‌نویسم، این نامه رو می‌نویسم تا شما رو از نوشتن یک کتاب با عنوان درات اندایسز یا شاخص‌های خردسالی مطلع کنم یا مطلع سازم. پس این نامه رو من می‌نویسم تا شما رو از نوشتن یک کتابی با عنوان شاخص‌های خردسالی مطلع کنم که این کتاب برای اولین بار که ما در این دنیا می‌نویسیم، یا ما برای اولین بار داریم این کتاب رو می‌نویسیم. در واقع با این جمله داریم میگی که این کتاب حالا مشابه خارجی نداشته، ما اولین بار اینو داریم به رشته تحریر در میاریم. و بعد به طور خلاصه بیان می‌کنیم که این کتاب یا همون کتاب ما 200 صفحه و شامل 5 فصله. و میگی این کتاب 200 صفحه داره و شامل حالا 5 تا چپتر میشه، حالا 5 تا فصل. و بعد دوباره یه جمله خیلی کوتاه، نه اینکه خیلی زیاد باشه، اشاره میکنی که این کتاب برای چه دانشجویان و چه سازمانهای و چه ارگانهای در دنیا سودمند و مفیده. که شما می‌بینید این کتاب برای دانشجویان انوایرومنت، محیط زیست یا جیوگرافی، جغرافی یا کلیماتولوژی، اقلیم شناسی و بعد اگریکالچر، کشاورزی و چند تا نقطه میگه این کتاب برای دانشجویان رشته‌های محیط زیست مفیده، برای انوایرومنت استودنت، دانشجویان محیط زیست، انوایرومنت، جیوگرافی، انوایرومنت، بعد جیوگرافی، انوایرومنت جیوگرافی، بعد مثلا کلیماتولوژی، بعد میدئولوژی اند اگریکالچر استودنت، میدئولوژی مثلا و اند اگریکالچر استودنت. داره میگه این کتاب مفید برای دانشجویان فلان و کشاورزی اگریکالچر، حالا یه رشته دیگه و غیره مفید است و غیره انسوان مثلا میکنه اگریکالچر استودنت. پس این کافی فعلا برای شروع صحبت که گفتی کتاب من هست، اولین بار نوشته میشه، حالا 4200 صفحه داره و 5 تا فصل برای این دانشجو. و همچنین این کتاب میتونه مفید باشه برای بسیاری از سازمان‌ها در افسانه‌های جهان. این دو دلیل بچه میگی و همچنین این کتاب میتونه برای سازمان‌های مفید باشه. برای سه حالا میتونی بعداً بگی سازمان مثلا سازمان‌های کشاورزی، سازمان مدیریتی، سازمان دولتی و غیر دولتی. پس همچنین میتونه مفید باشه برای دیگر سازمان‌ها. خب و بعد میخوای بگی که مایلم کتابم رو در انتشار شما به چاپ برسونم. و بعد جمله بعدی میگه که تمایل دارم که کتاب خودم رو در انتشارات شما به چاپ برسونم. تمایل دارم که کتابم رو در انتشارات شما به چاپ برسونم. پس من تمایل دارم که پابلیش کنم کتابم رو در انتشاراتی شما.
خب بعد یه جمله دیگه میتونیم بنویسیم، من همچنین میدونم که اشپرینگر از نویسندگان حالا تازه کاری مبتدی حمایت میکنه و اونه که صاحب ایده هستن. پس همچنین من میدونم که اشپرینگر پرس یا انتشارات اشپرینگر از نویسندگان مبتدی و خلاق حمایت میکنه و به اونا انگیزه میده. پس من میدونم که اشپرینگر حمایت میکنه از نویسندگان تازه کار و خلاق، کریتیو و تازه کار و خلاق. من کتابمو واسه شما اتچ فایل میکنم، من کتابم واسه شما به فایل پیوست میفرستم. پس در اینجا میگی که من دیگه کتابمو میتونم واسه تون یا اینچه مثلا میتونی اینو نگی چون هنوز اونو موافقت کردن، در صورت موافقت من میتونم کتابمو واسه شما بفرستم. اینو من الان پاک میکنم این جمله رو، چون میگن در صورت موافقت و شرایط شما، در صورت موافقت من میتونم کتابمو بعداً آینده واسه شما بفرستم، اینو سند کنم. و بعد میتونی به خاطر که انگیزه در این سردبی ایجاد کنی بگی که همچنین من دو تا کتابم در همین زمینه در تهران به زبان فارسی به چاپ رساندم. پس همچنین من دو کتابو توی همین زمینه توی تهران به چاپ رساندم یا قبلا چاپ کردم و تجارب زیادی در این زمینه دارم و در این زمینه مقالات زیادی هم در ژورنال بین‌المللی به چاپ رساندم. پیپر در اینترنشنال ژورنال با هم توی مقالات زیاد دارن در ژورنال های بین‌المللی. و بعد میگی ممنون میشم اگه شرایط و قراردادات خودتون واسه من بفرستین. پس اینجا تقاضا میکنی که هر شرایطی که اون چاپ انتشاراتی داره و قراردادی که باید به شما بسته بشه رو بسته به شما ایمیل کنن. و در پایانم میگه از توجه شما متشکرم و منتظر شنیدن نظرتان هستم. در پایانم میگه که از توجه شما متشکرم یا تشکر میکنی از اونا و منتظر شنیدن نظرهای شما یا نظرتان هستم. بعدم میتونی بگی ارادتمند شما حالا فلانی یا بگی ارادتمند شما. و بعد هم مثل دو ویدیو قبلی که دیدید اسمتون و مشخصاتتون و کجا هستید و سلفون همه چی هم بنویسید. خب خیلی ممنون که به ویدیو ما گوش دادید. امیدوارم که بچه دانشجوی خلاقن و ایدهایی دارن برای نوشتن کتاب هایی که به درد کشور از این بخوره و به درد دیگر دانشجویان در سراسر جهان بخوره بتونن در انتشارات بین‌المللی بهش تحریر در بیارن. که این نامه بود که خیلی از ما درخواست کردن که اینو واسه شما آماده کنم. موفق و پیروز و شاد باشید.